دلمون کن بابا، دلمون گرفت آجی، بیا قطعش کن ببینم. اه آجی، از وقت این تصویر آوردم نمکدون شدم. چطور این چه خبر، چیکار میکنید، در چه حالی؟ امیدوارم هر کجا که هستین اگه روز خیلی خوبی و استارت بزنین خفن پر انرژی مثل من، قشنگ بخندین و از روزتون لذت ببرین. اگه شبه که امیدوارم روز خیلی خوبی و سپری کرده باشین و میزونه توپ باشین. من دیوانه هستم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. آقا دلم گرفته بچه، خیلی ناراحتم. میدونید چرا؟ من همیشه بچه دیمن سوز بازی میکردم، دارک سوز اینا بازی میکردم، یه چیزی رو توش هیچ وقت متوجه نمیشدم و اون این بود که آقا وقتی میرسیدم به این منوی آتریبیوتاش، به این منوی ویژگی های شخصیتش، نگاه کنید دقیقا اون منوی سمت راست، با خودم میگفتم حاجی این چیه؟ وایتلیتی خب مثلا خونه، اوکی. اینتلیجنس اون کتاب مثلا چیه؟ اندورنس علامت پا گذاشته. استرنگ مثلا خب اوکی، معنی زور و قدرت و مثلا دمیج میده. دکستریتی دسته، خب اینا یعنی چی؟ یا مثلا ماجیک یعنی چی؟ فیس چیه؟ لاک چیه؟ اینو یعنی چی؟ من اصلا اینا رو آپگرید بکنم به چه درد من میخوره؟ چه تأثیری توی بازی داره واسه من؟ و آیا مهمه که من کدوم از اینا رو آپگرید بکنم بر اساس بیلدی که انتخاب کردم؟ همیشه این عذاب کذایی و جهنمی با من بوده تا اینکه بالاخره شکستش دادم، بالاخره پیداش کردم معنی هر کدومشونو و فهمیدم که داستان چیه. امروز قراره که براتون دلوروده اینا رو بچه بکشم بیرون و یا آهنگ شجریان گذاشتم اول اون معنی غم و اندوه دل من رو قشنگ درک بکنید که همیشه من میرسیدم به اینا یه همچین حالی داشتم. خدای من الان من اینا رو باید چیکار کنم؟ اگه شما هم اینجوری هستید از شما تمنا میکنم امروز بشینید این ویدیو رو تا آخر تماشا بکنید. یه قراردادی اصلا بیا با هم دیگه ببندیم آقا، یه قولی به هم دیگه بدیم. من به شما قول میدم شما بعد دیدن این ویدیو کامل تک تک اینا رو میفهمید. اگه نفهمیدید چنل منو آنساب کن، پشت سرم هر چیزی که خواستی بگو، بگو که یارو اصلا در دوز بود، چرت و پرت گفت و هیچی بارش نیست. خب این خیلی حرفا، بیا یه قرارداد با هم دیگه ببندیم. تو تایم بذار این ویدیو رو تا آخر ببین، اگه متوجه نشدی هر چی خواستی بیا به من بگو. من نشستم دلروده اینا رو کشیدم بیرون، مقاله نوشتم واسه خودم اینجا که عکسش رو گذاشتم برای بچه‌ها دیدن داستانش چیه. خب آقا خیلی نمیخوام صحبت بکنم و ممکنه یه سریتون بگین حاجی داری چیکار میکنی، فازت چیه، نمیدونم میخندی شادی، نمیدونم یهو بحثو جدی میکنی، اینا رو چرا اصلا دیگه جدا کردی، چرا نمیری سر وقت بازی یه پارت مثلا داستان میذاری یه پارت میخوای ویژگی شخصیت واسه ما تعریف کنی که چی بشه؟ اصلا نمیخوام بدونم. ده همین دیگه، دارک سوز پلیری باید اینو نگاه کنی. اگه دارک سوز پلیر نیستی آره حق با توئه، برو هر چه دوست داری، ولی اگه دارک سوز پلیر، دیمن سوز، بلاد بورن پلیر هستی، اینا رو دیگه باید تو بدونی چی هستن. اگه اینا رو ندونی و بازی بکنی عملا اصلا تو گیمر نیستی، چون ببین بر اساس اینا شخصیت تو داره میره بالا. تو اگه اینا رو بدونی تازه تفاوت شخصیت و بیلدا رو با هم دیگه میفهمی. میفهمی آقا مثلا من یه شخصیت انتخاب کردم، اوکی، یعنی مثلا ماجیکش بالاتره، او این ماجیک بازه، مثلا دکس اون بالاتره، او پسر این دکسش بالا، سلاحای مثلا فرز و چابک دستشه، یا اون استرنگش بالای سلاحای گلگنده دستش میگیره. میدونی چی میگم؟ یه همچین حالتیه. تازه میفهمی که هر کدوم از شخصیت ها بر اساس چی اومدن بالا. بعد اونجاست تازه تو میفهمی که کدوم شخصیت رو باید واسه بازی انتخاب بکنی، کدوم رو تازه دوست داری، یا وسط بازی کدوم رو باید آپگرید بکنی. خب میگی آقا من شمشیر مثلا چابک پیدا کردم، خب بر اساس این الان من کدوم رو باید آپگرید بکنم؟ به همین دیگه، اون قلق داره، اون قلقش رو قراره که توی این ویدیو و ویدیوی بعد بهت آموزش بدم تا ابد و قیامت نشستی سولز بازی کردی بخوریش. یه یادی هم از با بکنی، دمت گرم. آقا بریم سر وقتش، زیاد صحبت نکنم، 6 دقیقه زر زدیم، بیشتر از این دیگه زر نزنیم. آقا با منوی سمت چپ من کار ندارم، اون مربوط به کلاس بازی میشه که همه رو براتون آقا توضیح میدم، اصلا جای نگرانی نداره، هرس نخورید آقا، آب بزنید دلت سر، آب جو، هر چی دوست داری بخور، ولی هرس نخور. به به، خب آقا اون کلاس ها رو داشته باش، اونا رو بعدا برات توضیح میدم، آموزششم بهت میدم. بیلد استرنگ میخوای؟ اوکی برات دارم.
بیلد دکس میخوای برات دارم، بیلد جادو میخوای برات دارم، هر چی میخوای برات دارم، نگران نباش، فقط تو فقط بشین ویدیو رو تماشا کن، نظری داشتی برام بنویس، ویدیوام لایک بکن، یه حمایت بکن که من همینجوری پر انرژی بیام برات ویدیو درست بکنم، عشق بکنیم. امروز کار ما با منوی سمت راسته، آتریبیوت ها، آقا ویژگی های شخصیت که مربوط به خون شما میشه، فیزیکال اتک شما میشه. خیلی ساده است، ببین اینقدر راحته که قشنگ عشق میکنی اینا رو بفهمی و وقتی متوجه بشی و بفهمی که هر کدوم از شخصیت ها بر اساس چی اومدن بالا، تازه بازی برات لذت بخش میشه، میری جلو، میگه که اوکی مثلا اینجا من نیاز به ماجیک دارم، اینجا نیاز مثلا به استامینا دارم، فلان چیزو بدم بالا، تازه لذت میبری از بازی. بشین تماشا کن ببین چقدر عشق میکنی. آقا بریم سر وقتش و گفتم دیگه بیشتر از این ما زر اضافی نزنیم، ما یکم اینو بکشیم عقب، من یکم اومدم جلو. اوکی آقا، سردرش نوشته سول لول. سول لول چیه دیگه؟ لول تو بدونی خودت میفهمی چیه دیگه. لول توی بازی بتل رویال بازی میکنه، مثلا میزنه لول 30، این همون لوله، خب تعیین میکنه برای تو لول شخصیت تو. در حالت کلی وقتی شما یکی از این ویژگی های پایین رو آپگرید میکنی، کاراکترت یه لول میره بالا. میدونی چی میگم؟ یه همچین داستانیه. آقا بریم سراغ اولین آتریبیوت و ویژگی شخصیت به نام وایتالیتی. وایتالیتی بچه‌ها معنیش میشه انرژی و زنده دلی و سرزندگی. کنارش شما دقت بکنید، یه قلب قرمز و خوشگل برای شما اونجا گذاشته. قلب بچه تو بدن ما چیکار میکنه؟ خون مگه پمپاژ و خون رسانی مگه نمیکنه؟ اوکی اینم همین کار رو اینجا برای شما میکنه و وظیفه خون شخصیت شما رو داره. پس چی شد؟ نوار خون شما مربوط میشه به وایتالیتی، اون نوار قرمزی که شما دمیج میخورید ازش کم میشه و یه حدی داره، اگه خالی بشه میمیرید، میشه همین وایتالیتی شما، میشه نوار خون شما توی بازی. علاوه بر این که بچه وایتالیتی مربوط به نوار خون شما توی بازی میشه، به آیتم باردن کپاسیتی و دفاع جسمانی کرکتر شما هم مربوط میشه. این یعنی چی آیتم باردن کپاسیتی؟ چه چرت و پرتی تو گفتی؟ آقا صبر کن، نگران نباش، هرس نخور، عجله نکن، مگه من نگفتم همه رو متوجه میشی؟ صبور باش، من در خدمت هستم، اینجا همه رو برات توضیح میدم. آقا آیتم باردن کپاسیتی یعنی چی؟ داری میشنوی آیتم؟ خب اون بغلش حالا برش کن، تو داری میشنوی آیتم. توی بازی ما با خودمون مگه آیتم جابجا نمی‌کنیم؟ مثل این آیتمای هیلینگ و نمیدونم ورا وسایلی که با خودمون میبریم این ور اون ور. اوکی با خودمون آیتم میبریم، اینا رو کجا داریم میذاریم؟ همه رو تو جیب و شلوارمون که نمیذاریم. اوکی یه فضایی باید باشه که ما اینا رو توش بذاریم و بتونیم با خودمون جابجا بکنیم. آقا معنی سادهش میشه کیف پشت شما. شما وقتی مدرسه میری یه کوله پشتی پشت دیگه، اوکی توش میوه میذاری، سیب میذاری، غذا میذاری، نون و پنیر میذاری، کتاب میذاری، جامدادی میذاری، خب تا یه حدی فضا توش هست و این پر میشه. این آیتم باردن کپاسیتی مربوط میشه به همون، تموم شده رفت، اون کیفی که پشت شماست. الان قشنگ متوجه شدی که داستان چیه دیگه. این وایتالیتی رو شما آپگرید بکنی، اون کوله پشتی شما بزرگ و بزرگتر میشه. به جای یه سیب میتونی دو تا سیب بذاری، سه تا سیب بذاری، کلی کتاب توش جا بدی. پس چی شد؟ وایتالیتی رو آپگرید بکنی، نوار خون شخصیت طولانی تر میشه، بیشتر میشه و اون کوله پشتی تو بزرگتر میشه. آیتمای بیشتری با خودت میتونی جابجا بکنی. یه چیز دیگه من بهتون گفتم دفاع جسمانی، فیزیکال دیفنس، و دفاع جسمانی دیگه مشخصه چیه. وایتالیتی آپگرید بکنید، دفاعتونم میره بالاتر. این شد آقا از وایتالیتی. یه جمع و جورش هم بکنم براتون: نوار خون، آیتم باردن، کوله پشتی و دفاع جسمانی. اینو تا ابد و قیامت اگه یادت نموند هر چی خواستی به من بگو. یه نکته خیلی مهم هست بچه‌ها که حتما اینو باید شما بدونید توی بازی، و اون اینه که از یه حدی به بعد وقتی لول اپ میکنید، اون تأثیر هر لولی که شما به هر کدوم از این ویژگی ها میدید کم میشه. به عنوان مثال وایتالیتی شما تا لول 30 تعداد 16 تا 33 پوینت به شما نوار خون میده و نوار خونتون رو بیشتر میکنه. بعد از لول 30 بچه این کاهش پیدا میکنه به 21 تا 24. پس هرچی میره بالاتر کمتر میشه. و این به شما چی میگه؟ میگه آقا نیاز نیست وایتالیتی رو ببری 99. خب اینو تا یه حدی بیاری کافیه، دیگه از اونجا به بعد تأثیر زیادی نداره و برو سراغ بقیه که بتونی کرکتر تو یه حالت بالانسی نگه داری. همشون بچه اینجوری نیست، یه سری ویژگی ها هستن که اینا تا لول 99 یه مقدار ثابتی به شما میدن،
ولی یه سری هم هستن مثل همین وایتالیتی که هرچی میره بالاتر اون مقدار پوینتسی که به شما میده کمتر میشه. این از بچه وایتالیتی دیگه فکر کنم به صورت کامل متوجه شدید و دیگه چیزی باقی نمیمونه که من در موردش بگم. بریم سراغ اینتلیجنس. یه کتاب کنارشه. آقا کتاب یعنی چی؟ مگه دانش نیست؟ کی کتاب میخونه؟ کسی که عقلش کار کنه. معنی اینتلیجنس هم میشه هوش، اما تأثیر و کاری که داره یه مقدار متفاوت نسبت به تعریف کلمش. بچه ها اینتلیجنس مربوط میشه به نوار مانا و تعداد اسپل یا افسون قابل حمل شما. یه مقدار طولانی شد، بذارین دوتا رو از هم دیگه جدا بگم بعد نپیچونیم بگین که من متوجه نشدم اینو. نوار مانا چی آقا؟ نوار مانا و نوار آبی رنگ شماست. وقتی شما یه حرکت جادو میزنی، نمیدونم حالا از سول ارو استفاده میکنی که ما قراره توی واکتی رو ازش استفاده بکنیم، یه جادو میزنی اون نوار مانای شما کم میشه خب و یه مقدار ازش خالی میشه. اون نوار آبی رنگ زیر خون شما همون نوار مانای شماست. اینتلیجنس مربوط میشه به نوار مانای شما. تعداد اسپل قابل هم چیه؟ تعداد افسون قابل هم چیه؟ اون کوله پشتی یادتونه بهتون گفتم. حس کنید آقا یه کیف کوچولو هم کنارتون هست، میتونید توش از این افسونا و جادوها اسپلای کوچیک توش بذارید. این اینتلیجنس مربوط به اونم میشه. شما وقتی میخوای چند تا اسپل با خودت اینور ببری باید یه کیفی داشته باشی که خب اینا رو بذاری توش دیگه. اینتلیجنس مربوط به همون میشه و اینو آپگرید بکنی اون فضایی که تو میتونی افسون حمل بکنی هم بزرگتر میشه. پس چی شد؟ دوتا کار میکنه. یکی شد نوار مانای شما، ارتباط داره به نوار مانای شما، آپگرید بشه نوار مانا بیشتر میشه، و یکی دیگه هم اسپل و افسون قابل حمل شما که اون کیفی که دارید توش افسونا رو میذاریدم بزرگتر میشه و تعداد بیشتری میتونید افسون با خودتون حمل کنید. حالا من الان بهتون گفتم توی دیمنسوز یه سری از این ویژگی ها هستن، هرچی میره بالاتر تأثیرشون کمتر میشه. این شما لول آپ بکنید نوار ماناتون رو چقدر برای شما آپگرید میکنه، چقدر بیشترش میکنه. تا لول 15 بچه ها 8 تا 9 پوینتس به نوار مانای شما اضافه میکنه. از لول 16 تا 40 3 تا 8 عدد، از لول 41 تا 60 میشه 3 تا 5، از لول 61 تا 99 میشه 2 تا 3. ببین چطوری میاد پایین. 8 تا 9 3 تا 8 3 تا 5 2 تا 3 یارو ببین میشه 9 8 5 3. همینجوری میاد پایین و پایین تر. پس نیازی نیست اینو تو ببری تا 99، اون حالا 30 و 40 ببریش بالا بر اساس بیلدی که انتخاب کردی اوکیه و بیشتر از اون دیگه نیازی نیست، چون این تأثیری که میذاره کم میشه. این هم از اینتلیجنس بچه ها و دیگه فکر نکنم کاری باش داشته باشیم. میتونم اون افسون هم بهتون بگم حالا که تعداد افسونی که شما میتونید جابجا بکنید چقدره. اینتلیجنس رو که شما آپگرید بکنید بچه ها لول 1 تا 9 هیچ جایی برای شما نداره، یعنی عملا هیچ جایی ندارید که شما اسپل با خودتون حمل بکنید، هیچ افسونی نمیتونید با خودتون این ور ببرید. از لول 10 تا 13 یه جا به شما میده، لول 14 تا 17 میشه 2، 18 تا 23 میشه 3، 24 تا 29 میشه 4، 30 تا 39 میشه 5، 40 تا 99 هم میشه 6، که اصلا دیگه نیازی نیست شما از 40 به بالاتر ببرید. بهتون گفتم سر 40 بذارید کافیه، همون 40 بذارید شما 6 تا جا داری که خیلی هم زیاده، اصلا نیازی نیست شما تا 40 اینو آپگرید بکنی، تا همون 30 هم ببری اوکیه. و این به ترتیب همینجوری میاد بالاتر. 6 دیگه مکسش تعداد اسپری که شما میتونید با خودتون هم بکنید دیگه، تهش میشه 6 تا. این شد بچه ها از اینتلیجنس، فکر کنم دیگه کامل فهمیدید. دوباره یه دور براتون میگم، نوار مانای شما و تعداد اسپلی که شما میتونید با خودتون حمل بکنید. بریم بچه ها سراغ سومی که اندورنس هستش، تحمل و پایداری. کنارش میبینید یه علامت پا داره. پا شما رو یاد چی میندازه؟ دونده، دویدن، نفس نفس زدن. شما آقا وقتی میخوای یه کاری بکنی فکرشو بکن یه شمشیر دستته یه ضربه میزنی نفست میره. این اندورنس که یعنی تحمل پایداری مربوط میشه به همین نفس شخصیت تو، اینکه چقدر نفس شخصیت تو زیاد باشه و بتونی چند تا ضربه رو با همدیگه بزنی. این اگه خیلی پایین باشه تو یه ضربه بزنی شخصیتت
خسته میشه، ولی اگه خیلی زیاد باشه بیشتر میتونی بدویی، نفس بیشتری داری و در نتیجه ضربه های بیشتری میتونی بزنی. این مهمترین چیزی که حالا داره میگم مربوط به همین استامینای شخصیت شما میشه، یعنی همون نفس و خلاصه انرژی شخصیت شما. و چیزای دیگه که حالا مربوط میشه بهشون، یکی اکیو باردن هستش و مقاومت هم داره. من آیتم باردن رو براتون توضیح دادم، گفتم آقا یه کوله پشتی شما پشتتون دارید که میتونید توش آیتم بذارید و با خودتون این ور اون ور ببرید. حالا رسیدیم به اکیو باردن. اینو بچه‌ها شما خیلی راحت میتونید یه چند تا نکته توش بذارید و یادتون بمونه که آیتم باردن کدومه و اکیو باردن کدومه. اندورنس نفس شماست، خب اکیو باردن هم مربوط میشه به لباسایی که تنتونه، چیزایی که دستتونه، شمشیر و چیزایی که پوشیدید، سپری که دستتونه، نمیدونم زرهی که پوشیدید. خب اندورنس مگه نگفتم نفس شخصیت شماست؟ تو اگه سنگین باشی طبیعتا وقتی داری میدویی نفست بیشتر میره دیگه، درسته؟ پس این اندورنس مربوط میشه به همون اکیو باردن، چیزایی که تو تنته. خب اینو آپگرید بکنی شخصیت تو چطوری بهتون بگم، قوی تر میشه و تحمل پوشیدن چیزای سنگین تر رو پیدا میکنه و چیزای سنگین تر هم میتونه دستش بگیری. اینو شما اینجوری یاد بگیرید که اندورنس نفس شماست، مربوط میشه به چیزای محکمی که تنتون میکنید، خیلی وزنشون زیاده و اینو شما باید آپگرید بکنید که بتونید چیزای سنگین منگین بپوشید و دستتون بگیرید. اینم شد از تعریف ساده اکیو باردن که میشه همون لباسایی که تنتونو نمیدونم شمشیر ممشیر و زره هایی که دستتون گرفتید. علاوه بر اون بچه ها اندورنس مربوط به مقاومت و دیفنس شما میشه، مقاومت در برابر آتیش، سم، پویزن و خونریزی، بلیت. و میگم مربوط به مقاومت شما میشه اینو آپگرید بکنید، مقاومتتون در برابر آتیش و سم و خونریزی بیشتر میشه. اندورنس هم بچه دقیقا مثل وایتالیتی و اینتلیجنس از یه لولی به بعد مقدار پوینتی که به شما میده کم میشه. و توی وایتالیتی مثلا بهتون گفتم که تا لول 30 تعداد 16 تا 33 تا پوینت به شما میده، بعد همینجوری میاد پایین پایین تر میشه 21 تا 24 میشه 8 تا 11. این هم دقیقا مثل وایتالیتی و اینتلیجنس، هر چی که شما ببرید بالاترش مقدار پوینتی که به شما میده کمتر میشه و اینم باز نیازی نیست که حتما شما خیلی ببرینش بالا و مکسش بکنید. خب بچه‌ها بریم سراغ استرنگ. کنارش چی زده؟ یه بازو زده، طرف داره زورشو نشون میده و در واقع معنیش هم همینه، میشه استحکام کاراکتر شما، همین استرنگ، و میشه قدرت کاراکتر شما که مربوط میشه به دمیج با سلاحهای استرنگ و مقدار کل دمیج و آسیب جسمانی شما. این حالا یعنی چی؟ توی بازی بچه ما یه سری سلاحهای گل و گنده و خیلی بزرگ داریم و شما اگه استرنگ رو بالا ببرید دمیجی که با اون سلاح ها میزنید بیشتر میشه و اگه استرنگ رو بالا ببرید مقدار کل دمیجتون هم میره بالاتر. علاوه بر اون توی رزیستنس هم نقش داره و مقاومت شما رو بیشتر میکنه. این سلاحهای استرنگ بچه حالا چی هستن؟ مثل کرسنت اکس، مثل دوزار اکس، مثل گریت اکس یا ریچوال اکس، این تبرمبرهای گنده مونده همه مربوط میشن به سلاحهای استرنگ. چیزهای بزرگ و خیلی گل و گنده دیدید بدونید که سلاح استرنگ هم و اگه میخواید از اونا استفاده بکنید باید استرنگ رو ببرید بالا. به عنوان مثال بتل اکس بچه هیچ لول فیس، نمیدونم ماجیک یا دکستریتی نیاز نداره و لول 11 استرنگ میخواد و استرنگش توی قسمت توضیحاتش اگه بهش دقت بکنید زده دی و دکسش هم ای هستش. ما توی بازی سلاح همون بچه هر کدوم برای خودش یه رتبه بندی داره. این رتبه از S آغاز میشه، بعد میره به A، بعد B، بعد C، بعد D، بعد E. S A B C D E. و میگم این بتل اکس رو اگه شما دقت بکنید بهش توی اون قسمت رده بندی و چیزهایی که زده نوشته که استرنگی که از شما میخواد دی هستش، یعنی اولویت داره، و دکسش ایه، یعنی دکسش آخریه و در واقع یه سلاح استرنگ هستش. اگه بخواد از بتل اکس استفاده بکنید باید استرنگ رو ببرید بالا، قوی ترش بکنید و اگه استرنگ رو ببرید بالا دمیج بیشتری با بتل اکس شما میزنید. یه خلاصه هم بکنم براتون، استرنگ رو معنی شد استحکام و گفتیم که مقدار کل دمیج شما رو براتون میبره بالاتر، آسیب جسمانیتون رو میبره بالاتر و دمیجی که شما با سلاحهای استرنگ
سلاح‌های بزرگ میزنید رو براتون بالاتر میبره. بریم بچه‌ها سراغ دکستریتی. کنارش یه علامت دست داره. دکستریتی میشه زبردستی. آقا دست رو دیدی؟ زبردست. میشه چالاکی، چابکی، سرعت، کسی که تند و تیزه. خب این اگه شما ببرید بالا، کرکترتون با سلاح‌های دکس دمیج بیشتری میده و مثل استرنگ دمیج جسمانی شما رو افزایش میده و یه نکته خیلی مهمی که داره، فال دمیج شما رو برای شما کاهش میده. فال دمیج چی؟ آقا شما از یه جای بلندی که میافتید یه مقدار دمیج بهتون میخوره دیگه. این دکستریتی اگه شما بیشتر بکنید، اون مقدار دمیجی که از افتادن میخورید رو براتون کاهش میده. حالا گفتم سلاح‌های دکستریتی بچه‌ها. سلاح‌های دکستریتی از اونجایی که معنی دکستریتی یعنی چابکی، زبردستی، سلاح‌های دکستریتی هم سلاح‌هایی هستن که تند و تیزن، کاتاکولف نیستن، نازکن. مثل سلاح اسپایرال راپیر که دکستش بچه‌ها دیه، استرنگش ایه. من بهتون گفتم آقا بتل اکس استرنگش دی بود، دکستش ای بود و حالا سلاح اسپایرال راپیر دکستش اینجا دیه، استرنگش ایه و یه نوع سلاح دکستریتیه. سلاح‌های دکستریتی سلاح‌های نازک و سوراخ بکن هستن و سلاح‌های میگم بزرگ و خیلی گنده‌ای نیستن و برای بیلدای چابک و دکس ساخته شدن و دکس رو شما ببرید بالا، دمیجی که با این سلاح‌ها شما میدید بالاتر میره. یه خلاصه بکنم دوباره براتون دکستریتی رو. دکستریتی بچه‌ها یعنی زبردستی. دست دیدید بدونید که زبردسته. دمیج جسمانی شما رو افزایش میده، فال دمیج رو برای شما کم میکنه و افزایش دمیج با سلاح‌های دکستریتی مثل سپایرال راپیر. خب بچه‌ها بریم سراغ ماجیک. ماجیک که دیگه بچه‌ها تعریفش آسونه و نیازی اصلا به توضیح نداره. ماجیک رو شما شنیدید یاد جادو افسون خودتون میافتید و معنیش هم دقیقاً جادو و افسون هستش که برای کسایی که خب ماجیک باز هستن اهمیت زیادی داره، کسایی که جادو بازی زیاد میکنن و مربوط به چه چیزایی میشه. حالا ماجیک بچه ها دمیج شخصیت شما با افسونها و اسپلهای جادویی رو تعیین میکنه و در واقع قدرت کل افسون و جادو شما رو افزایش میده اگه آپگریدش بکنید. در همین حد خیلی راحت و سادش و نیازی به تعریف بیشتر نداره. معنیش که بهتون گفتم میشه جادو افسون و فقط یادتون بمونه که دمیجتون رو با افسونها و اسپلها بیشتر میکنه. بریم سراغ بعدی، سراغ فیس که معنیش میشه ایمان و اعتقاد و باور و از یه نظر خیلی شباهت داره به اینتلیجنس. بهتون گفتم آقا اینتلیجنس اون مربوط میشه به اون فضایی که شما باهاش اسپل و افسون حمل میکنید. فیس هم بچه ها مربوط میشه به فضایی که شما باهاش معجزه حمل میکنید. ما توی بازی یه افسون داریم، یه معجزه داریم. این دوتا از هم دیگه جدا هستن که در ادامه حالا براتون توضیح میدم که اسپل ها، افسون ها چیان و معجزات چیان. شما فعلا اینو بدونید که اینتلیجنس اون فضای افسون ها و اسپل های شماست. فیس مربوط میشه به اون فضای معجزات شما و در واقع اگه آپگریدش بکنید فضای قابل حمل معجزات شما بزرگتر میشه و مقدار بیشتری میتونید معجزه با خودتون حمل کنید و اگه آپگریدش بکنید مقاومتتون در برابر جادو رو افزایش میده. بچه‌ها اینم یه نکته خیلی مهمه که فیس رو شما آپگرید بکنید مقاومتتون در برابر جادو هم بیشتر میشه. حالا این فضای معجزاتش بچه‌ها چه تعداد بیشتر میشه اگه آپگرید بکنید؟ مثل اینتلیجنس از لول 1 تا 9 هیچ جای فضای شما ندارید. از 10 تا 15 به شما یه دونه میده، 16 تا 23 میشه 2 تا، 24 تا 35 میشه 3 تا و 36 تا 99 هم میشه 4 تا که شما سر همون 36 نگهش دارید کافیه و اون 4 تا رو شما داشته باشید کافیه. حالا 36 هم نشد هیچ اشکالی نداره، همون 25 و اینا بذاریدش اوکیه. باز میگم بستگی به بیلد و سیستمی داره که شما دارید باش بازی میکنید. به خاطر همینه که میگم شما باید معنی اینا رو بچه بدونید که دارید تو بازی چیکار میکنید و سبک حملاتتون، کامبتتون چی هستش که بر اساس اون شما بیاید آپگرید بکنید اینا رو و اول باید بدونید که نیازتون چیه. بریم بچه سراغ آخری یعنی لاک که معنیش میشه شانس، بخت، اقبال. در مورد شکلش نمیتونم هیچ توضیح بدم. باز مثلا ماجیک قابل تشخیص یا فیس مثلا یه ستاره است، ستاره میشه مثلا ایمان و نمیدونم دین و مذهب و باور و یه همچی چیزی
و لاک حالا نمیدونم اون شکلش دقیقا چیه و تعریفی نمیتونم براش پیدا بکنم. لاک بچه معنیش میشه شانس و مربوط میشه به این که شما وقتی یه انمی رو میکشی، یه دشمن رو میکشی، چقدر شانس داری که اون دشمن به تو یه آیتم بده و از اون دشمن برای تو یه آیتم در واقع دراپ بشه و اگه آپگریدش بکنید برای شما آیتم دراپ رو افزایش میده یا همون آیتم دیسکاوری و باعث میشه که شانس دریافت آیتم از انمیایی که شما میکشید بیشتر بشه. و ساده ترین معنیش بچه این میشه که چقدر شانس دارین که از یه دشمنی که شما تو بازی میکشین آیتم بگیرین. به این شکلی هم شما یادتون بمونه و مربوط به چند تا چیز دیگه هم میشه تو بازی که یکیش پلیگ رزیستنس، مقاومت شما در برابر طاعون که در منطقه ولی آف دیفلیمنت خیلی میتونه به شما کمک بکنه، اونجا طاعون به شدت زیاده. و یه خاصیت دیگه ای هم که داره اینه که یه دمیج بونس میده به سلاح بلو بلاد سورد که بچه ها میگن یکی از سلاح‌های دمیج خفن بازیه، که البته این سلاح شما میتونید با روح باس فایت آستریا در منطقه ولی آف دیفلیمنت بخریدش پیش آهنگر دوم بازی در 2-1 تونل های استونفنگ تانل که به اونجا خواهیم رفت. و برای اینکه حالا بخواید این شمشیر رو درست بکنید نیاز به یه شمشیر شکسته هم دارید که اون شمشیر شکسته تو همون منطقه باس فایت هست ولی آف دیفلیمنت باس آستریا و جای سختی هم نیستش، اونجایی که یه بلک فانتوم راه میرید میتونید اون شمشیر شکسته رو بردارید، فقط کافیه که اون شمشیر رو داشته باشید، باسو بزنید، روحش رو بگیرید، برید پیش آهنگر و اون شمشیر رو درست بکنید. و این لاکو اگه شما آپگرید بکنید دمیجی که با این شمشیر شما میزنید همینجوری بالا بالاتر میره و طبق نظراتی که من خوندم بچه‌ها خیلی شمشیر فوق‌العاده‌ایه. و یکی نوشته بود توی منطقه شراین آف استورمز اگه اشتباه نکنم با هر اتکی که زده 500 تا دمیج وارد کرده که مقدار خیلی خیلی زیادیه و حتما تستش میکنیم اگه وقت کردم و یه برنامه خفن خلاصه میریزیم که از سلاح هم براتون صحبت بکنم. حالا زیاد از بحث خارج نشیم، این لاک دمیج این سلاح بلو بلاد سورد رو هم براتون بیشتر میکنه. این بود بچه ها از آتریبیوت ها، ویژگی های شخصیت شما توی بازی. یه جمع‌بندی الان میکنم و نکاتی که جاموندنم براتون توضیح میدم. آقا سول لول گفتم میشه لول کرکتر شما توی بازی، همون لول خودمونه. و بچه نیازی نیست که شما لولتون رو توی بازی مکس بکنید. چرا نیازی نیست؟ و از یه طرف بازیتون رو خرابم میکنه. اگه شما بخواید آنلاین بازی بکنید باید لولتون تقریبا در حدی باشه که بتونه برای شما پلیر توی بازی پیدا بکنه، و اگه لولتون خیلی خیلی بالا باشه پلیر کم پیدا میشه و اگه بشه هم با افراد میافتین که خلاصه قرن تو بازی و اصلا بازی براتون خیلی حالت بده میگیره و جذاب نمیشه. و همین دلیل شما باید با حساب کتاب لیولاتون رو بالا بیارید و سعی بکنید توی جای حفظش بکنید که حالت خوبی داشته باشه بازی براتون و پلیر هم بتونه به نسبت لیولایی که دارید و قدرتتون براتون پیدا بکنه. و آخرین لیول بازی هم بچه 712 هستش که برای رسیدن بهش شما باید 3.5 اگه اشتباه نکنم بازی رو تجربه بکنید و آخرین لیول هر کدوم از این ویژگی های شخصیت شما هم 99 هستش. وایتالیتی و بچه بهتون گفتم مربوط میشه به نوار خون شما، آیتم باردن، کوله پشتیتون که چقدر آیتم میتونید توش بذارید، افزایش دفاع جسمانی، اینتلیجنس رو بهتون گفتم، هوش مربوط میشه به نوار مانای شما، تعداد اسپلی که میتونید با خودتون حمل کنید، اندورنس گفتم تحمل و پایداری، نفس شما، استامینا و استقامتتون، و اکیوب باردن وسایلی که در دستتونه، چیزایی که پوشیدین، مقاومت در برابر آتیش، سم و خونریزی. استرنگ بهتون گفتم که استحکام شخصیت شماست، دمیج با سلاح‌های استرنگ و مقدار کل دمیج و آسیب جسمانی شما، مقاومت و دکستریتی بهتون گفتم، زبردستی، چابکی، چالاکی، دمیج جسمانی افزایش میده، کاهش فال دمیج و افزایش دمیج با سلاح‌های دکستریتی. ماجیکو بهتون گفتم جادو و افسون، دمیج شخصیت شما با جادوها و افسونهای جادویی رو تعیین میکنه و قدرت کل افسون جادو شما رو بیشتر میکنه اگه آپگریدش بکنید. فیس رو بهتون گفتم ایمان، اعتقاد، باور، یه ستاره است
و فضای قابل حمل معجزات شما رو تعیین میکنه و مقاومت شما در برابر جادو رو تعیین میکنه. لاک رو هم بهتون گفتم، شانس، بخت، اقبال، افزایش آیتم دراپ ریت و آیتم دیسکاوری، شانس اینکه یه انمی رو وقتی میکشید ازش آیتم بگیرید، و پلیگ رسیستنس، مقاومت در برابر طاعون و افزایش دمیج سلاح بلو بلاد سورد. امیدوارم که بچه متوجه شده باشید همه اینا رو. دیگه بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم. در ویدئوی بعد احتمالاً خواهیم رفت به سراغ توضیحات کلاس. و الان دیگه بچه ها تا حدودی شما داستان بازی رو میدونید. توی ویدئوی قبل داستان رو به صورت کامل براتون توضیح دادم که در دنیای دیمن سولز چه اتفاقی افتاده، و الان تمام ویژگی ها و آتریبیوت ها رو شما میدونید که داستانش چیه. و توی پارت بعد وقتی رفتیم سراغ کلاس ها، شما به هر کدوم از این ویژگی ها نگاه بکنید، خودتون متوجه میشید که هر کدوم از کلاس ها بر چه اساسی بالا اومدن و آیا مورد سلیقه شما هستن یا نه، و اینکه اون بیلدی که دارید انتخاب میکنید مربوط به کدوم از این ویژگی های شخصیت میشه و کدوم ها رو شما باید آپگرید بکنید. امیدوارم که لذت برده باشین و قراردادمون هنوزم سر جاشه. اگه متوجه نشدید توی کامنت ها به هم بگید، براتون توضیح میدم دوباره. یه شانسی به هم بدید، سعی میکنم که خلاصه خیلی کامل و گیرا باشه. و اگه شوخی میکنیم حالا با هم دیگه میخندیم، اینجا اصلا موردی نداره. دم همتون گرم بابت حمایتاتون، نظرات خیلی خوبتون، مرسی که از چنل دارید حمایت میکنید و به من انرژی میدید. این مسیری که بچه من توشم نیازمند تلاش خودمه و در کنارش حمایت شما. این دوتا باید با همدیگه ادامه پیدا بکنن که ما بتونیم کارهای خیلی خفنی بکنیم، به من انرژی برسه و همیشه به همین شکل براتون بیام خیلی خوشحال و پر انرژی محتوای خفن درست بکنم و هم آموزنده باشه هم ازش لذت ببرید. حالا بخش گیم پلی مونده، سب بکنید اون استارت بزنید. تازه جذابیت ویدیو از زمانی آغاز میشه که شما همه اینا رو متوجه باشی، داستانو بدونی، آیتما رو بدونی، کلاس ها رو بدونی و تازه وارد بازی بشی ببینی که وای من دارم چی رو تجربه میکنم، و اونجاست که لذت واقعی بازی رو شما حس میکنید. دم همتون گرم بچه‌ها، برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. امیدوارم که آموزنده و خوب بوده باشه ویدیو براتون. اگه نظری داشتید حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسید، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید، و اگه اولین باری که محتوای کانال منو میبینید ممنون میشم سابسکرایب بکنید، کاملا اختیاری هستش. اگه دوست نداشتید هیچ اشکالی نداره. اگه دوست دارید که اخبار کانال دنبال بکنید، میتونید در کانال تلگرام عضو بشید یا اینکه صفحه اینستاگرام رو فالو بکنید که لینک هر دوتاش در زیر تمام ویدیوها گذاشته شده. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. امیدوارم هر کجا هستین لبخند روی لباتون باشه و روز و شب خیلی خفن و توپی داشته باشید. خیلی زود دوباره با ویدیوهای خفن میبینمتون. فعلا گود بای. See you.